امروز روز شبات است. چرا به کسب و کار مشغولید؟ روز شبات را گرامی دارید و به عبادت بپردازید. اینجا نمانید که در محل داد و ستد به جز آتشی که در دوزخ به کامتان میریزند. این پیرزن چرا اینقدر حرف میزند؟ این سخنان خطرناک است. همه او را میشناسند. پیرزن مجنونی است. مگر تورات را نخوانده اید که میگوید این روز را هیچ کار مکنید، زیرا روز کفاره است تا برای شما به حضور یهوه کفاره گناهانتان به حساب آید. هر کسی که در این روز خود را ذلیل نسازد از قوم خود منقطع خواهد. امروز روز شبات است. گناه است این روز معامله کردن. این حرفا کدام است؟ برق این دنیا چه گناهی؟ کاهنان را نمیبینی؟ برگرد جانم، برگرد. کجا میروی؟ عاقبتی جز آتش دوزخ رفت. سرازیان بازار را چه کنی؟ نمیدانم. او دیوانه است. توبه کنید ای مردم، توبه واقعی. گناه نکنید که این همه گناه برکت را از کسب و کارتان هم زایل می کند. سلام بر شیرزن محمد، هنه دختر فنائیل. چه می خواهی؟ شما سخنران خوبی هستید. مشتی سکه بدهم تا جای دیگر سخنرانی کنید. اسرائیل چه؟ اسرائیل؟ اسرائیل را هم با مشتی سکه جواب میکنی؟ جنابه میخوایی به نفعتان از این زن را از معبد بیرون کنی؟ اندیشه کفرآمیزش در اینجا پراکنده میشود و کسب کار معبد لطمه جدی میخورد. بیرونش کنی، برود جای دیگر. ما نیز از دست او به ستوه آمده ایم، کاری نمیتوانیم بکنیم. حالا شد. ای زن، آرامش معبد را چرا برهم میزنی؟ ساکت بمان یا دستور میدهم از معبد بیرونت اندازند. مانند سربازان و نیزداران هرود حرف میزنی. دستتان هم که در دست صرافان و مال دوستان است تا مردم را بیش از پیش بچاپید. مگر اینجا خانه خدا نیست؟ مگر نباید فرمان خدا را بازگو کرد و شبات را پاس داشت؟ ای مردم، به حرفایش گوش ندهید. او کفر میگوید. دین خدا را از زبان ما بشنوید که ما بسیار کتاب خواندیم. آن همه کاغذ که کتاب شد و شما خوانده اید، خیانت است به چهارپایان که بار سنگین کتاب‌هایتان را حمل می‌کنند. دیوانه است، دیوانه است. بروید مردم، بروید سر کارهایتان. برای چه به حرف‌های امثال او گوش می‌کنید؟ هر چه ما به شما می‌گوییم درست است. به کسبتان بپردازید، به کارتان مشغول شوید. دیدید که کاهنان حضور دارند. بروید، بروید. زندانبان بانوی من. خب چه خبر؟ بانو میریام همچنان ساکت است. طبق دستور لباسهای عادی زندانیان را به ایشان دادیم و لباس دربار را تحویل گرفتیم. از طرفداران زکریا کسی به ملاقاتش نیامده؟ خیر، هیچ کس. حتی از دیدار ندیمه‌اش هم ممانعت کردیم. هیچ کس جرأت ملاقات با او را ندارد. اینک او تنهای تنهاست. حال چه میکند؟ هیچ، فقط دعا میکند. دعا میکند؟ پس هنوز روحیش رو از دست نداده. هنوز مانند پدرش سرکش و مغرور است. از امروز غذایش رو قطع کنید. اگر نتیجه نداد تشنگیش بدهید. آب را بانوی من. ساکت، هرچه دستور میدهند انجام بده.
میشکنم میریام. خواهی دید. شما هنوزم از کینه توزی نسبت به او دست بر نمی دارید؟ تو چرا ناراحتی؟ میریام که مادر تو نیست. من از عشق هرود به میریام خبر دارم. این عشق اگر به کینه تبدیل شود، آتشش دامن همه ما را خواهد گرفت. بچگی نکن آنتی پاتر، تو وارث تاج و تخت اویی، باید از حالا به فکر تحکیم سلطنتت باشی. میریام خطرناکترین دشمن ماست. یوسف. سلام بر علی جناب هیدر. شنیدم که قصد ترک معبد را داری، درست است؟ بله علی جناب، میخواهم نزد جناب زکریا بروم. من پدر و مادر مرحومت را میشناختم، آنها مردمان خوبی بودند. تو هم در میان جوانان معبد نمونه ای، چرا میخواهی بروی؟ بمان و آموزش دینیت را کامل کن. تو کاهن خوبی خواهی شد، درآمد خوبی هم خواهی داشت. میخواهم نجاری را از جناب زکریا بیاموزم و شاگرد ایشان باشم. امیدوارم این حرفه را آموخته و بتوانم با درآمد آن باری از دوش بیچارگان بردارم، وگرنه کاهنان که بسیارند و معبد کمبودی از آنان ندارد. زندگی را تصمیم های به موقع میسازد و تو به موقع آیندهت را برگزیده‌ای. تو باهوش و با استعدادی یوسف، استادت را خوب انتخاب کرده ای. مرا به یاد جوانیم میاندازی. دوست داشتم من هم مانند تو به دنبال خواسته دلم روانه می شدم، ولی تردید کردم. می توانی بروی؟ جناب زکریا، من حاضرم. یوسف، برویم. از مریم هم خداحافظی کنیم. مریم؟ مریم؟ سلام. یوسف میخواهد از معبد برود تا شاگرد من شود. خواهرم، به یادگار چیزی به من بگو. بودن در کنار جناب زکریا را قدر بدون، این سعادت بزرگی است. حتما. خدا نگهدار. برویم. یوسف، این طبیعت زیبا که نشانه ای از زیبایی خلقت پروردگار است را می‌بینی؟ این نیز زوال می‌پذیرد و پایدار نیست. همه چیز از میان می‌رود تا روز رستاخیز همه برانگیخته شویم. کسانی که روز قیامت را منکرند گویند چرا فرشتگان به ما نازل نمی‌شوند یا چرا پروردگار خیش را نمی‌بینیم؟ حقا که خیش را بزرگ شمرده و زیاده روی می‌کند. روزی که فرشتگان را ببینند، آن روز گناهکاران را نویدی نیست و دورباد گویند. در آن روز ستمگر دستان خود را بگزد و گوید ای کاش طریقه پیامبر را در پیش گرفته بودم. من قبل از تو شاگردان زیادی داشتم که هر یک به بهانه‌ای ترکم کردند. یوسف،
چه لذتی دارد ساخت گهواره‌ای که طفل یتیمی در آن بیارامد، یا خیشی که زمین را بشکافد، و یا ساخت کلبه‌ای که سرپناه بیپناهی باشد. امیدوارم لیاقت شاگردی شما را داشته باشم. الیسا با مجده، ببین که آمده. یوسف، باورم نمی شود برای خودت مردی شده ای. سلام بر شما. سلام. خدمتگزار شما هستم خانم الیسا. خدا رحمت کند مادرت را، کاش اینجا بود و پسرش را می دید. یوسف قرار است مرا در کار نجاری یاری دهد. چه خوب است. این الانگور را فقط 3 شکل برمیداری؟ هفته پیش همین را از خودت 10 شکل خریدم. خارج ما بالا رفته، مالیات و حکومتی و بهره پول را هم در نظر بگیر. این که نمی شود، اصلا پولم را پس بده. تمام داراییم همین بود، پس چگونه شکم بچه هایم را سیر کنم؟ هم جدن نکنید. آهای مردم، این ها با هم مجادله می کنند. آخر این چه وضع است که برای اینجا هر روز دعوا می شود، بعید نیست به ما نیست تعرض کند. گفتم معبد را در اختیار این صرافان و رباخاران قرار ندهیم؟ آن وقت شما فریسیان مخالفت کردید و گفتید معبد و دین خدا احتیاج به پول دارد. حال ببینید چگونه آتش این فتنه همه ما را با هم می سوزاند. سربازان هرود جا چه می کنند؟ سرباز بروید بیرون. چه شده است؟ اینجا چه کار دارید؟ دو نفر آنجا همه شما را بگم، درهای ورودی و خروجی معبد را ببندید، کسی خارج نشود، همه کاهنان را صدا کنند. جناب زکی آلی جناب هرود کبیر همه کاهنان را به قصر احضار کرده. هرود احضارمان کرده؟ آره، جناب هیلر دارن میآیند. من میروم سایرین به خبر کنم. جناب زکریا، همین حالا همه باید به قصر. ببخشید جناب هیلر، میدانید که من به قصر این ستمگر ها نمیگذارم. کسی نباید خارج شد. این کیست؟ از کاهنان که نیست، لباس آنان را ندارد. چرا قربان؟ این جناب زکریاست. عجب، ایشان را به جا نیاوردم. زکریا، برای دستگیری ایشان فرمان مخصوص داریم، حرکت کنید. اطاعت. عالی جناب هرود کبیر، فرمان روای یهودیه، شاهزاده خانم دبورا، خواهر اعلیحضرت پادشاه، و شاهزاده آنتیپاتر، فرمانده نواحی شرقی، ولیعهد پادشاه. Thank you.
آری جناب، همه کاهنان بزرگ معبد را که فراخوانده بودید در خدمتند. بله، اما میبینم در میان آنان کسی هست که در مقابل پادشاهش سر تعظیم فرود نمی آورد. پس زکریا شما هستید؟ جلوتر بیایید. درباره شما زیاد شنیده بودم و فکر میکردم از این جوانتر باشید. همیشه دلم میخواست شما را از نزدیک ببینم، کسی که معبدیان همه دشمنش میدارند و خود بی اعتنایی با آنان به شغل نجاری مشغول است و از درآمدهای معبد دوری میگزیند. شما خود را پیامبر میخوانید، آیا می توانید آینده مرا هم پیشگویی کنید؟ حرفی بزنید، سخنی بگویید تا صدایتان را بشنوم. کسی که با میل خود جایی نرفته با رغبت سخن نمی گوید. از قدرتی که در نگاهت موج می زند بایدم ترسید. بی خود نیست که این بیچاره ها هر روز برای شکایت از شما نزد من می آیند. عالی جناب هرات، ما همگی امر مهمی پیش آمده که رأی شما لازم است. توطئه‌ای در اینجا در قصر در شرف تکوین بود که خوشبختانه ناکام ماند. عامل اصلی این خیانت دستگیر شده که تصمیم دارم او را به اشد مجازات کیفر دهم. عالی جناب، صدور حکم اعدام برای خائنین به پادشاه احتیاجی به تایید کاهنان ندارد. این بار فرق میکند. بیاوریدش. بانو میریام ملکه یهودیه سر محبوب پادشاه؟ امکان ندارد. سخن را کوتاه میکنم. میریام دختر آنتیگوناس غاصب به جرم توطئه علیه پادشاهی یهودیه به اعدام محکوم شده است. اما عالی جناب، بانو میریام و خیانت به شما، نه این باور کردنی نیست. دلایل کافی برای این کار دارم. دلایلتان را بشنویم ای پادشاه. ما را برای شنیدن دلایلم به اینجا احضار نکردم. منظور پادشاه این است که اعدام بانو میریام با توجه به اوضاع داخلی کشور و آشوب‌های اخیر باید بدون سر و صدا و با احکام رسمی کاهنان صورت پذیرد. ما همه گوش به فرمان هرود کبیر هستیم و برای تنبیه خائنین به تاج و تخت به هر صورت که شما مصلحت بدانید حکم صادر خواهیم کرد. بدانید همان گونه که شما برای متهمی حکم صادر می‌کنید، خداوند روزی برای شما حکم صادر خواهد کرد. در حضور جناب هرود شما آموزش احکام می‌دهید؟ من کلامی جز آنچه مصلحت شما می‌بینم بر زبان نیاوردم. خود پادشاه نیز در این امر بهتر است مداقه بیشتری نمایند. ساکت باشید، جای این مباحث اینجا نیست. من از شما تایید حکم اعدام را میخواهم. تایید میکنید؟ شما باید تایید کنید. زور من به هرات نمیرسد. اجازه میدهید داستانی را برایتان تعریف کنم؟ شاید کمکی به حل مسئله باشد و همگی من را برای آنچه پیش رو داریم آماده سازد. داستانی است عبرت آموز. بگو. روزی به همراه جناب هیلل در خدمت عمران بودیم. ایشان می گفتند مردی قدرتمند در شهری دور حکومت می کرد.
او از خداپرستان نبود، اما همسری داشت با ایمان و پرهیزکار که بسیار دوستش می داشت. زن عابده و مهربان و بی‌آزار بود و در میان رعایا محبوبیت فراوان داشت. او از فقرا و درماندگان دستگیری می کرد و در هر فرصتی به میان جمع آنان می رفت. اطرافیان حاکم شدیداً به او حسادت کرده با دسایسی ایمان زن را نزد شویش برملا کردند. مرد وقتی فهمید همسرش از یک تاپرستان است، بیدرنگ او را به قتل رساند. با ریخته شدن آخرین قطره خون پاک آن زن بر زمین، پشیمانی به سراغش آمد و بر جنایتی که به ناحق مرتکب شده بود واقف شد، چرا که خطری از جانب زن او را تهدید نمی کرد. از آن پس مرد نه تنها آرامش نیافت که استراب و بدگمانی نسبت به نزدیکانش لحظه او را رها نکرد، تا اینکه اطرافیان خیش را نیز یک به یک به تیغ دشخیم سپرد و دستش به خون همهشان آغشته گشت. بالاخره مرگ به سراغش آمد و او را مانند سایر مردم به دنیای دیگر برد تا در محضر پروردگار پاسخگو باشد. از من پیشگویی آینده تان را خواسته اید. به شما میگویم آینده هر کس در گرو اعمال اوست. تردید نکن هرود و مراقب باش، سخنان جناب زکریا تو را از راهی که در پیش گرفته ای باز ندارد و محبت و صلاح اندیشی ایشان در تصمیمت خللی ایجاد نکند. هرچند این سخنان بر کسانی مؤثر است که هنوز ذره ای رحم و شفقت در وجودشان باقی مانده باشد، نه خودخواهی چون تو، نه جاه طلبی چون تو. ای کاش لحظه ای دیرتر رسیده بودی تا من به دست سربازانت به همراه پدرم کشته می شدم و هیچگاه ننگ همسری با تو را بر خود نمی دیدم و خفت زندگی در دربار شومت را نمی چشیدم. مرگ هزاران بار بهتر از این زندگی خفت بار است. حال به آرزوی دیرینم نزدیک می گردم و از این زندان نفاق و دورویی آزاد می شدم. می بینید؟ می بینید این خائن چگونه اعتراف می کند؟ ببینید اسرار نهانی قلب کینه‌توز خود را که سالهاست مخفی نگاه داشته چگونه بر همگان عیان می سازد؟ سزای او مرگ است! هرود به شدت عصبانی است. بیانات بانو میریام از یک سو و سخنان بی‌پروای زکریا در قصر از سوی دیگر او را سخت برآشفته. دوستانه میگویم برای مدتی از هرود فاصله بگیرید. لعنت به این زکریای گستاخ که موقعیت همه را به خطر انداخته. جناب یساکار، جناب یساکار، من آرام باش مرد، نکند شیطان دنبالت کرده. کمتر از خود شیطان نبود. یعنی چه؟ یک سگ وحشی، یک سگ هار، نمیدانم چگونه به معبد راه پیدا کرده. بیایید خودتان ببینید، نزدیک بود برا تکه تکه کند. کجاست؟ از ضلع جنوبی مرا تعقیب کرد، باید همان پایین باشد. خب نگهبانان را خبر میکردی؟ چگونه میتوانستم؟ نزدیک بود دندانهایش در ساق پایم فرو رود. با آخرین توانم از آنجا گریختم. آها، نگاه کنید، همان است. همینطور آن پایین برای خود پرسه میزنم. او کیست؟ نگاه کنید، این وقت شب از خدمتگزاران است. مریم کجاست؟ آن آنجاست. پس مریم قدیسه همین است. تا کار از کار نگذشته باید به او خبر دهم، وگرنه ممکن است سگ به او حمله ور شود. صبر کنید، مریم اگر قدیسه باشد باید از خود دفاع کند. ولی جناب یساکار، صبر کنید، صبر کنید. Thank you.
باور نکردنی است. عجیب است، با او کاری نداشت. سگ‌ها بازن‌ها و بچه‌ها کاری ندارند. به چه میخندی؟ به خودمان میخندم. به خودمان؟ میبینید چگونه دختری همه ما را به بازی گرفته؟ قصه شیری نیست جناب فرکلس، باید برایتان تعریف کنم. برایم جالب است، بگویید. دختری را نظر معبد کردند. همه کاهنان با آمدنش مخالف بودند و هر آنچه در توان داشتن به کار بردند تا از آمدنش جلوگیری کنند، تا آنکه روزی دیدیم از پله‌های معبد بالا می آید. کوچکش کردیم بزرگ شد، ذلیلش کردیم عزیز شد، تنبیهش کردیم از کار معاف شد. حالا مردم شیفته سخنان او شدند، ما را مرید شیطان و شیطان را مراد ما می دانند. چون این نیست جناب یساکار؟ گوش کنید برادران، شریعت موسی در طول زمان به خاطر زور زورمندان و قدرت قدرتمندان تغییر یافته. چگونه ممکن است در کتاب مقدس این گونه باشد؟ در کتاب مقدس به گونه دیگر مسائل مطرح شده. کاهنان مسائل را به جناب زکریا، جناب زکریا بیایید، سود بیایید. مریم در گوشه افتاده، بیایید. کجاست؟ آنجا. مریم، مریم، مریم چه شده؟ خدا را شکر فقط از حال رفته. یونس کمی آب بریز. بیا مریم، روزه ای؟ روزه سکوت هم؟ باز چه خبر شده؟ تمام معبد سراسیمه شدند. جناب زکریا عادت دارن هر از چندگاهی معرکه راه بیاندازند. بی انصافی هم حدی دارد. آخر چرا این همه از او کار میکشید؟ میبینید که او ضعیف است و تحمل این همه کار سنگین را ندارد. جناب زکریا، این شما بودید که اصرار داشتید او برای کار به معبد بیاید، نه ما. اکنون سال هاست که از کار در معبد معاف شده و هیچ یک از ما کاری به او محول نمی کنیم، اما به میل خود به صورت پنهانی کار می کند. او با این خودنمایی ها توجه همه را به خود جلب کرده. کاهنان و لابیان صحبتشان شده مریم، مریم. در کوچه و بازار همه از او سخن می گویند و علناً اظهار می دارند مریم یک قدیسه است. به صورت علنی و پنهان به دیدارش می شتابند و بیماران از او شفا می خواهند. اطرافیان شهر همه معبد را به نام او می شناسند. گاهی خودش را به قش و ضعف می زند و
بعد شایع میکند که از کار زیاد در معبد به حال مرگ افتاده و همین عمل او باعث میشود در شهر شایعاتی در مورد سختگیری ما بر سر زبانها بیفتد و خدمه معبد نیز به ما بدبین شوند. او باعث شده که عده‌ای از خدمتگزاران تنبلی کنند و از فرمان ما سرپیچی نمایند. پیر مرد بیچاره، به راستی که مریم یک جادوگر است. آری، او همه را جادو کرده. سلام عالی جناب میخائیل، درود بر شما. تنها چیزی بود که در خانه داشتیم. من که دیگر خسته شدم. خواهش میکنم بپذیرید. الان که وقت نذر قربانی نیست. خیلی خوب، میپذیرم. نذرتان قبول باشد. خوب است، خوب است. مریم قدیسی، خواهش میکنم به من بگو تو مریم قدیسی؟ من مریم هستم. چند روز است سختی راه را تحمل کردم تا تو را ببینم. ای مریم مقدس، به من رحم کن. به جز تو دیگر در این دنیا امیدی ندارم. مرا از خود نران. پسر کوچکم بیمار است. طبیبان از شفای او عاجزند. قربانی هم کردم، سودی نبخشید. طفلک دربندم با مرد فاصله چندانی ندارد. میخواستم لقمه نانی برای شفای او به من بدهید. من برای پسرت دعا میکنم. ای وای، مواظب باش عزیز دلم، این وضع قابل دوام نیست. تو سهمیه غذای روزانه خود را بین مردم تقسیم میکنی و خود روزه میگیری. بعضی از این زنها به دنبال شفای فرزندشان نیستند، بلکه از فشار گرسنگی به اینجا روی می آورند. نانی را که از تو می گیرند قوت روزانهشان است و به تو می گویند برای تبرک و شفاست.
میدونم اشکالی ندارد. خدا قسم بدن ناتوانش بیش از این طاقت نمی آورد. آخر تا به کی او هر شب سهمیه غذایش را بین مستمندان تقسیم می کند؟ می ترسم از ضعف حادثه ناگواری برایش رخ دهد. اکنون به نزد او می روم. سلام مریم عزیز، مشغول نیایش هستی؟ مزاحمت نمی‌شوم، دعایت را قطع نکن. انگور آن هم در این فصل؟ چه کسی اینها را برای مریم آورده؟
سلام بر جناب زکریا. سلام استاد. سلام داوود. کسی برای مریم غذا میبرد؟ مریم؟ خیر جناب زکریا، هیچ کس مریم را نمیبیند. او همواره در اتاق خیش در حال عبادت است.